هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، در روز پنجشنبه دهم اسفند برابر با 29 روز از ماه فوریه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر تحت عنوان پیرامون انقلاب ها که فکر میکنم برنامه نهم ماست و به مسئله مربوط به انقلاب ها میپردازیم. نصر رو به آنجا رساندیم که بعد از نگاه نیکولو ماکیاولی در باب انحطاط دولت ها یا حکومت ها سری زدیم به آنچه که دولت مردان دوران پهلوی سعی کردن تحلیلی از فضای اون زمان به دست بدن. برای همین دو کتاب از آقای دکتر داریوش همایون رو انتخاب کردیم، کتاب دیروز و فردا و کتاب 100 سال کشاکش با تجدد، که سعی کنیم نگاه بندازیم که آن جامعه در امر سیاسی چگونه طی تاریخ کرد و بعد دچار چه مشکلاتی شد. خب بخشی از کتاب دیروز و فردا رو به اتمام رساندیم، اما کتاب 100 سال کشاکش با تجدد ماند. من در اینجا سعی میکنم بازخوانی این کتاب رو به جلسات آینده موکول بکنم، چون عقب هستیم به نوعی در باب مسائل مربوط به پیرامون انقلاب ها و نگاهی بندازیم به برخی دیگر از اندیشمندان. به مرور زمان با توجه به موضوعاتی که مطرح میکنیم دوباره از اسناد گذشته خواهیم خواند تا تطبیق بدیم وضعیت رو برای فهم بهتر آنچه که بر ما گذشت. امروز از جان لاک سخن خواهیم گفت. اهمیت جان لاک برای ما حداقل بسیار برجسته است، به این دلیل که ما گاهی نیازمند ساختار نیروی انقلابی هم هستیم، یعنی مردمی که بتوانند بر روی آرمان‌ها و ارزش‌های خودشون بایستند و انقلاب رو رقم بزنند. شرایط متعددی برای تحقق و پیروزی یک انقلاب وجود داره. بخشش مربوط به خود مردمه، یعنی مردمی که عزم و اراده داشته باشن برای تغییر وضعیت، به صرف کدورت و کینه و عداوت و ناراحتی نیان به خیابان و سپس برگردن به خانه هاشون. این تولید نیروی انقلابی مسئله بسیار مهمی است که ما در جلسات یا برنامه‌های اول و دوم پیرامونش سخن راندیم، یعنی جایی که نظریه پردازانی که صحبت از کارگزاران می‌کنند، یعنی توجه به عوامل انسانی دارند، اون رو برجسته می‌کنند، یعنی وضعیتی که می‌تونه انسان‌ها رو تبدیل کنه به یک نیروی انقلابی. شاید برای شما عجیب باشه، مگر چون چیزی شدنی است؟ بله شدنی است. یعنی فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی جامعه به نحوی است که مردم تبعیض رو میپذیرند. اگر ما به دوران گذشته رجوع بکنیم میبینیم فضایی حاکم بوده که مردم بردگی رو میپذیرفتند، یعنی بردگان خانواده او نسل اندر نسل او میپذیرفتند که اجدادمون برده هستند و بنابراین ما برای خدمتگذاری خلق شدیم. زنان تبعیض رو میپذیرفتن، چون فرهنگی که در درون اون جامعه جاری بود از منابعی سرچشمه میگرفت، مثلا سنت، دین، که تبعیض رو رسمیت میداد. تبعیض در اسلام رسمیت داره. فضل الله بعضهم علی بعض، خداونده که بعضی رو بر بعضی فضیلت داد، از بعضی که تبعیض ایجاد میشه، یعنی به رسمیت شناخته شدن برتری مردان بر زنان، مسلمانان بر کفار. خب وقتی در درون یک جامعه تبعیض وجود داره و شما اون رو بپذیرید، طبیعیه دیگه نیروی انقلابی نمیشید که بخواد فضا رو برهم بزنید، ارزش‌های جدیدی رو جاری بکنید. و این موضوع بسیار مهمی است. ما در مورد ماکیاولی سخن گفتیم چون اهمیت داشت اندیشه های او در باب انحطاط دولت ها، اما از برخی ها سخن نراندیم به دلیل اینکه بحث ما فلسفه سیاسی نبود.
اما اگر عزیزانی میخوان به این فضا توجه بکنن که خب چگونه در درون یک جامعه ای افراد تن میدن به مشروعیت های خاص و کاذب، مثل که مشروعیتی که پاپ ها دارن، کشیشان دارن، پادشاهان دارن، خلفا دارن، سلاطین دارن، این رو نزاهایی بوده که در درون اون فضای فکری رخ داده. یعنی شما اگر به بخشی از فضای فرهنگی سیاسی و فلسفه سیاسی اروپا نگاه بکنید، میبینید آبای کلیسا یعنی پدران کلیسا بخشی از این جریان نزاع هستند. افرادی مثل سنت اگوستین، افرادی مثل اکویناس، افرادی مثل کالوان، پاپ گریگوری و خیلی های دیگر، اینا تئوریزه میکردن که مؤمنان مسیحی باید چگونه رفتار بکنن، پاپ ها چه وظایفی رو دارن، جایگاه عقل در درون شریعت مسیح به کجا میرسه، که تو اینا بحث های فلسفه سیاسی است، ما نمیخوام واردش بشیم، ولی اگه عزیزان علاقه دارن میتونه به اینا مراجعه بکنن. در جلوی اینها هم کسانی بودن در این حد فاصل که سعی کردن نقش الهیاتی رو کم بکنن و نقش مردم رو برجسته بکنن، از دانته آلیگری بگیرید تا افرادی مثل مارسیلیوی پادووایی، مثل اوکام، ویلیام اوکامی انگلیسی، ژان پاریسی و خیلی های دیگر، تا برسیم به ماکیاولی. یعنی کسانی که اندیشه اومانیستی داشتن و سعی میکردن فضا رو به نفع جمهور یعنی مردم تغییر بدن. پس در این فضا کلامی نگاه هایی که بوده، نقش پاپ ها، نقش کلیسا، نقش پادشاهان، همه مناسبت هایی بود که در نظر نظری و تئوریک با هم در حال تضاد بود. گاهی ساختارهای اقتصادی ایجاد می شد، یعنی جایی که فئودال ها بودند و واسال ها رو داشتن، یعنی واسال ها یعنی کسانی که تحت حمایت بودند و یک اربابی وجود داشت که اونها رو به خدمت می گرفت. البته آن انسان های آزاد بودند، برده نبودند واسال ها. اما یک مراوداتی بین اونها بود، وضعیت اقتصادی بود، یک همپیمانی بود. منظور این که شرایط متعددی به وجود میاد تا یک جامعه وارد یک روند خاصی بشه که شما ناگهان میبینید مناسبات اقتصادی تأثیر گذاره، دیدگاه های فکری جدید وارد میشه و شما انسانهایی رو دارید که سعی میکنن فضا رو دگرگون. وقتی در مورد جان لاک سخن میگیم، باید فکر کنیم قبل از او، در واقع زمانی که او کودکه، انگلستان دستخوش یک جنگ داخلی است. گروه های طرفدار پارلمان در برابر سلطنت مطلقه قرار می گیرن و سعی می کنن در درون اون جامعه یک پادشاهی مشروطه بیارن، ولی این کار با مقاومت پادشاه انگلستان رخ میده. یعنی مقاومت او چارلز اول سبب میشه که یک جنگ داخلی رخ بده، آوردن نزدیک به نزدیک 200,000 نفر کشته شدن، فضا ملتهب شد و بعد جمهوری کرامول و دیگران ایجاد شد. در دل اون فضا ما یک اندیشمندی داریم به نام توماس هابز که یک فیلسوف سیاسی است، به نوعی از دوران ماکیاولی و او فلسفه سیاسی مدرن داره متولد میشه. او چند کتاب معروف داره، کتاب لویاتان اوست که بسیار معروفه، دیگری کتاب در باب شهروندی اوست، همینطور کتاب بهیموت، که اینها کتابهای او هستن که در اون فضا نوشته شده. و آدمی هم بود که سن و سال زیادی هم داشت، یعنی در حدود بیش از 90 سالگی فوت کرد و سعی کرد با دانش و تجربه خودش، هم از محیط هم از آن چیزی که در گذشته وجود داشته، دست به تغییر فلسفه سیاسی خوش بزن. در دل وقایع انگلستان توماس هابز سعی میکنه علاوه بر اینکه میپذیره حکومت حاصل یک قرارداد اجتماعی است که حقوق طبیعی افراد در درون اون باید حفاظت بشه، اما سعی میکنه دفاع بکنه از سلطنت مطلقه، یعنی بگه وجود یک پادشاه مقتدر برای کشور نیازه، چون اگر او نباشه کشور دچار هرج و مرج میشه. اساس کتاب لویاتان او، که نام لویاتان در واقع نام یک اژدهایی است در عهد عتیق که او سعی میکنه بر روی کتاب بذاره، اما مرادش در واقع یک دولته، یک حکومته،
که شبیه اژدهایی است که دستان خودش رو بر همه جای جامعه دراز میکنه و سعی میکنه اون اقتدار خودش رو در درون جامعه پیش ببره. تنها استثنایی که هابز قائله بحث جانه، یعنی او معتقده که ما نمیتونیم برای یک مثلا زندگی بهتر، آزادی های بیشتر یا بعضا برخی از این ارزش هایی که امروز وجود داره دست به انقلاب بزنیم، چون انقلاب یه پدیده است هرج و مرج خواه، هرج و مرج طلب، و کسانی که دست به شورش و انقلاب میزنن میخوان نظم جامعه رو به هم بزنن، و از قبل بر هم خوردن نظم جامعه شما دچار خب این جنایت ها میشید، کشتار ها میشید و خیلی چیزهای دیگه میشید. بنابراین هابز دفاع میکنه از سلطنت مطلقه با این عنوان که سلطنت مطلقه حاصل قرارداد اجتماعی هست، نه اینکه پادشاهان مشروعیت الهی دارن، چون اون زمان این مسئله وجود داشت که پادشاهان مثلا مشروعیت الهی دارن، مثلا ویلیام اوکامی، این ما دیدید در قانون اساسی مشروطه ما هم هست که سلطنت ودیعه است الهی که از جانب ملت به شاه تفویض شد. این دقیقا عین فلسفه ویلیام اوکامی است که او هم سعی میکنه این رو نشان بده، در واقع تلفیقی بذارن بین مسئله الهی بودن و مردمی بودن. توماس هابز معتقد نیست که سلطنت ودیعه الهی است، میگه حاصل قرارداد اجتماعی است، اما این سلطان وظیفه داره وقتی مردم به او این حقوق رو دادن یک شخصیت حقوقی مستقل کسب کنه و دیگه مردم نمیتونن اون رو ازش بگیرن. در واقع میشه مثلا یه شرکتی که یک شخصیت حقوقی مستقل داره و در نتیجه مردم هم حق ندارن برای چیزهایی که کم ارزشه وارد فضای شورش و انقلاب بشن، هرج و مرج ایجاد بکنن. تا اینجا متوجه شدیم که هابز به دلیل فضای فعلی این مسئله رو میپذیره و انقلاب رو تایید نمی‌کنه. چند سال بعد از او که این نزاع‌ها رخ میده، یک شخص دیگری که بسیار معروف هم بود در اون زمان، آقای سر رابرت ویلمر، او هم یک اندیشمندی، حالا بیشتر کار سیاسی میکرد، سعی میکنه در یک رساله‌ای، در یک کتابی به نام پاتریارکا بگه نه، اصلا پادشاهان سلطنتشون کاملا الهی است، و در کتاب خودش سعی میکنه نشان بده که این مشروعیت پادشاهان از آدم ابوالبشر آمده، یعنی خدا که آدم و حوا رو خلق کرد، او رو خلیفه قرار داد در روی زمین. این خلافت از جانب خدا برای اون انسان مقرر شده و آدم هم این رو به نخست زادگان یا فرزندان اول خودش به میراث داده. بنابراین پادشاهانی که ما امروز داریم اینا ریشه های الهی دارن، سلطنت حق الهی است. در کنار این مسئله او سعی میکنه تبیین کنه که اصلا انسان ها برابر نیستن، که شما بخواید بگید این اندیشه‌ای که مثلا قرارداد میبندیم، خب اصلا اینه که شما انسان های آزاد باشی، صاحب فکر باشی، حقی داشته باشی که به دیگری بدی. فیلمر میگه نخیر، همچین چیزی نیستن، انسان ها آزاد نیستن که با هم قرارداد ببندن، این حقی است که به یک نفر داده شده. مثل شما به تئوری امامت رو در نظر بگیرید، این حقی است که به علی ابن ابی طالب و اولادش داده شده، بقیه حق ندارن دخالت بکنن. مگه ما برابریم با علی و خاندان او؟ نخیر، اون یه حق ویژه‌ای دارن. اندیشه سر رابرت فیلمر در همین راستاست. بنابراین او سعی میکنه نابرابری انسان‌ها رو به رسمیت بشناسه، از اون طرف حق الهی به پادشاهان بده. کتاب او 10 سال قبل از کتاب معروف جان لاک نوشته شده، 2 رساله درباره حکومت. حالا جان لاک که وقتی میاد میخواد این فضا رو به نقد بکشه، یعنی از یک طرف میخواد پاسخ توماس هابز رو بده که مردم وقتی قرارداد اجتماعی امضا کرد، حالا قرارداد اجتماعی بیشتر یک مفهوم ذهنی است، نه اینکه شما فکر کنید مردم همه جمع میشن قراردادی می نویسن و میگن شما حاکمید، نه، این فضایی است که فیلسوفان در نظر می گرفتن که بگن افرادی که در یک اجتماع زندگی کردن احساس کردن که نیاز به امنیت دارن، نیاز به نظم امور دارن، سازماندهی دادن دارن، یه داوری دارن که بین اونها داوری کنه اگه نزاعی رخ داد.
بنابراین یکی رو برگزیدن، یه آدم صالحی رو بین خودشون برگزیدن به عنوان داور، حاکم. اما به مرور زمان اون حاکمان بودن که این حق رو برای خودشون دونستن که حالا که منم بدم به پسرم، و بعد به همین طریق دارای دستگاه های خاص استبدادی شدن، نظر خودشون رو تحمیل کردن، نیروی نظامی ساختن و فضا رو به نفع خودشون تغییر دادن. بنابراین این مفهوم قرارداد اجتماعی رو من فقط خواستم برای بینندگان عزیزمون تبیین کنم. یه مفهومی ذهنی است، اما میخواد نشان بده که در درون این مفهوم یه قرارداد وجود داره. یعنی انسان‌ها در درون یک جامعه نمیان بدون قرارداد کسی رو بپذیرن. ما مشروعیت کسی رو نمیذاریم مگر اینکه مشروع بر اساس زور باشه، اون دیگه اصلا از مراودات امر سیاسی جداست. یعنی من با زور شمشیر خودم یه جامعه تصرف کردم، هر جوری هم دلم بخواد اونو اداره میکنم، چون اون بهره مالکانه است که ما پیشترها عرض کردیم در بحث مسائل استبداد یا دیسپوتیسم، اونجا اشاره کردیم که یونانیان وقتی جامعه ایران اون زمان رو نگاه میکردن میگفتن اینا حکومت رو استبدادیه، یعنی پادشاه مردم مثل رعیت نگاه میکنه، مثل دولت شهرهای یونانی نیست که مردم مشارکت بکنن در امر سیاسی. پس قرارداد اجتماعی مفهوم اینه. جان لاک میخواد بگه که نه، اگر ما قرارداد اجتماعی میبندیم به این نحو نیست که دیگه اختیاراتمون سلب میشه اونجوری که توماس هابز داره میگه، و از اون طرف میخواد به سر رابرت فیلمر پاسخ بده به این که شما میگید این سلطنت بدیه الهیست این گونه نیست، این که شما میگید افراد نابرابرن این گونه نیست. حالا چرا جان لاک مهمه؟ ما میدونیم که اندیشه های لاک در انقلابیون امریکا بسیار تأثیر گذاشت، حتی بخشهایی از اندیشه های او در بیانیه های انقلابیون امریکا هست. مثلا یکی از اون مهمتریناش بحث اخذ مالیات بود، این اصلا نزاع مستعمره نشینان یعنی امریکایی ها با دولت انگلستان بر سر مالیات بود، حق تمر بود، مالیات های مربوط به چای و شکر و قند و اینها بود. اونها اشاره کردن به یکی از بندهایی که لاک میگه، یعنی اینکه ما فقط موظفیم مالیات رو به کسانی بدیم یا به قانونی بدیم که اون قانون توسط ماموران خودمون تصویب شده باشه. این حرفیست که لاک میزنه، یعنی اونها وقتی میخوان نشان بدن که انگلستان حق نداره از ما مالیات بگیره، میگن آقا این نمایندگان انگلستان که در مجلس هستن نمایندگان ما نیستن، بنابراین قانونی هم که تصویب کردن که قانون ما نیست. همین امروز هم کارایی داره برای ما مردم ایران، انتخابات مجلس دیگه. هنوز اون حرفی که جان لاک میزنه در دور سال 1690 هنوز برای ما موضوعیت داره. یعنی چرا مردم ما باید تن بدن به مالیات هایی که مجلس شورای اسلامی وضع میکنه؟ ببینید ما یکی از این بحث مبارزه مدنی ندادن مالیات هاست دیگه، که دولتی که قوانینش بر علیه مردمه حق نداره از مردم مالیات بگیره، چون نماینده ما نیستن. ما زمانی میتونیم تن به دادن مالیات بدیم که احساس کنیم نمایندگان ما در مجلس برامون قانون نوشتن. وقتی اینا نماینده ما نیستن، نماینده یه آقای دیگه ای هستن. به نوعی جان لاک داره میگه اینها نمایندگانی هستن که میخوان جیب شما رو خالی کنن، چون پول از شما میگیرن اما برای شما کار نمیکنن. پول از شما میگیرن اما رضایت شما در اون نیست. اینکه شما در جمهوری اسلامی ببینید مالیات ها خرج مردم نمیشه، خرج بیمه های مردم، مسائل درمانی مردم، ساخت و ساز جاده و بنادر و اینها نمیشه، به دلیل اینکه اونها یه مش راهزنن از نظر جان لاک. حالا ما میخونیم اینها رو یکی، اینا غارتگران هستن. مجلس هم تجمع همون افراده که فقط در قالب این که اینا قانونه جیب ما رو خالی میکنن، یه کلاهبرداری میکنن از ما. در واقع ما فکر میکنیم قانونه دیگه، باید مالیات بدیم. مستعمره نشینان امریکایی یعنی اون 13 ایالت از همین مسئله لاک استفاده کردن برای اینکه در برابر استبداد انگلستان بیستن، چون جان لاک تبیین میکنه براشون
حالا ما به مرور اینها رو خواهیم رسید. بنابراین اهمیت جان لاک اینه که نیروی انقلابی تولید میکنه، یعنی مردمی که در فضای فکری فکر میکنن یه پادشاهی داریم، یه حاکمی داریم، مشروعیتش مال خداست. خب وقتی مشروعیت مال خداست، من اگه در برابر او قرار بگیرم، گویی در برابر خدا قرار گرفتم. مثل این میمونه که من یه وکیلی دارم، یه نماینده ای دارم، اونو فرستادم که شما به اوامر و نواهیش توجه بکنید. حالا شما اونو میگید نه خیر، ما تو رو قبول نداریم. در واقع شما با من مخالفت میکنید. شما اگر به تون فضای فکری میفهمید صحبت سلیمانی امیری چیست. ما همین فضای فکری در گذشته داشتیم. شما برگردید به نظام خلفایی بنی عباس و بنی امیه و اینها، شما فضایی رو میبینید که گویی خلیفه نماینده خداست. بنابراین دیگه نمیتونی اون رو برداری. بسیاری از خلفای بنی عباس و ترکان برداشتن، به خاطر اینکه اونا هنوز غرق در این مزخرفات نشده بودن که ما داریم در برابر نماینده خدا قرار میگیریم. ترکان ماورا و نهر و جای دیگه اینا راحت بود براشون، چون این ایدئولوژی تو ذهنشون مستقر نشده بود که یک آدمی مقدسه، اگر بخوایم بکشیمش گویی نماینده خدا رو کشتیم. وقتی این فضا فراهم میشه دیگه مقاومت مردم به حداقل میرسه. وقتی احکام الهی میشه، یعنی مثلا قانون مینویسن، نمیگن این قانون حاصل کار ما انسان هاست. چرا؟ چون ممکنه یکی بیرون برگرده بگه خب بابا سلیمانی و الف و ب و جیم و دال نشستن نوشتن، خب اینا مثل ما آدمن، ممکنه خطا کرده باشن، بنابراین ما دیگه قانون قبول نداریم. پس این قانون میشه سست. در گذشته میامدن این قوانین رو منبعث و برگرفته از الله خدا ماورا میدونستن، دیگه نمیگفتن این حاصل خرد جمعی ماست. خب اون بشری که اون بیرون نشسته این قانون مجلس رو نگاه میکنه میگه خب اینو که آدم ها ننوشه، این خدا فرستاده، ما که نمیتونیم بگیم این غلطه، ما که نمیتونیم بگیم این اشتباهه. امروز از دست خدا خلاص باشیم، فردا که خلاصی ندادیم، ما رو میگیره و تا ابد میسوزونه. بنابراین در گذشته مکانیزم کنترل جامعه این بود، یا حاکم خودش رو نماینده خدا میدانست، چه پادشاه، چه خلیفه، چه امام یا هر کس دیگری، و یا احکام رو منبعث از شریعت و احکام الهی میدونه تا بتونه جامعه رو کنترل بکنه. مردم دیگه رغبت نکنن بگن آقا این قانون حجاب رو باید کنار بزنیم، احمقانه است. میگن نخیر، الهیه، تو میخوای با خدا بجنگی؟ حق ندارید این آخون رو کنار بزنید، چون لباس پیغمبر تنشه، دستار علی مثلا روی دوش و سرشه. جان لاک در این فضا نیروی انقلابی تولید میکنه، به این معنا که به مردم یاد بده مبنای خطایی که در گذشته مردم رو به انقیاد کشانده کجاست. خب جان لاک آغاز میکنه، من بخشایی رو خلاصه بگم بعد برگردیم به سر کتاب. جان لاک میگه بله درسته، ما یک حقوق طبیعی داریم، حقوقی که حالا این بحث حقوق طبیعی اگر دوستان میخوان خیلی دقیق تر به اون نگاه بکنن باید برن به سراغ اندیشه های سنت اگوستین گرفته تا به زمان اکویناس که او سعی میکنه همین چهار نوع حقوق بشناسه برای انسان ها، که این بحث مفصلی است نمیخوام واردش بشم، اما خلاصه شو بگم. یعنی انسان هایی که به ذات انسان بودن دارای این امتیاز ها هستن. مثلا انسان جانش محترمه، مالکیتش محترمه، باید آزاد باشه، برابری رو دوست داره، عدالت رو دوست داره، باید حق ازدواج و فرزند و همه این چیزها رو در حقش داریم، مثل انسان طبیعی، مثل حیوان طبیعی. انسان هم اونا رو داره، اما انسان یه چیزی داره که حیوانات ندارن، اون عقله، خرده. و به واسطه این خرد تصمیم میگیره که آقا من این آزادی ها رو دارم، درسته من آزادم، میتونم یک زمینی رو بگیرم آبادش بکنم، اما یه مسئله وجود داره و آن این که
انسانهای دیگری هم هستند که منتظر و مترصد فرصتن که اگر سلیمانی این زمین رو آباد کرد ما بریم اون زمین رو بگیریم، یعنی به مالکیتش تجاوز بود. یا سلیمانی زور بازوی خوبی داره، بریم اون رو برده بکنیم بیاریم سر زمین های کشاورزیمون برای ما کار بکنه، بار بکشه. درسته؟ جان لاک میگه خب انسان ها به این نتیجه رسیدن که ما این آزادی ها رو داریم، این امتیاز ها رو داریم، این حقوق رو داریم. حقوق جمع کلمه حقه، ما اینا رو داریم، اما اینا تضمین شده نیست. یعنی من اگه همین امروز دارم کار میکنم نمیتونم خیالم راحت باشه که فردا کسی نیاد این زمین رو از من نگیره. اگر رفتم تجارت کردم پولی آوردم خانه، این تضمین رو ندارم که شب کسی در بزنه و با نیروی زور بازو و افرادی که داره بیاد و اون مال از من بگیره. خب چه میکنم؟ جان لاک میگه انسان ها برای اینکه همون آزادی ها رو داشته باشن سعی میکنن بخشی از این آزادی ها رو با ترازی، با توافق، با اراده و اختیار به یک موجود بیرونی تفویض بکنن، اما اون حقوق و آزادی ها براشون دیگه تضمین شده باشه. یعنی ما وقتی دولت تأسیس میکنیم هدف ما از ایجاد دولت چیه؟ اینکه آزادی های ما رو حفظ بکنه، اموال ما رو حفظ بکنه. اگه یه آقای اومد مال سلیمانی رو گرفت، سلیمانی بره به دولت بگه که آقا من زحمت کشیدم، این آقا اومده من مال منو گرفته، اون رسیدگی بکنه ببینه اتهامی که من میزنم درسته یا نه. اگه درسته بلافاصله مال رو بگیره و به من بده. اگر احساس میکنم جایی در جامعه خلل داره ایجاد میشه، از طریق نمایندگان خودم یعنی قوه قانونگذاری بتونم اون رو درست بکنم، نه اینکه خود سرانه اقدام بکنم بگم خب من تصمیم گرفتم اینجوری اداره بشه. پس دولت ایجاد میشه برای اینکه حقوق ما حفظ بشه. اما جان لاک میگه فرایندی پیش میاد که این دولت که حالا تقسیمش هم میکنه به قوه اجرایی و قوه قانونگذاری، به جای اینکه از من حفاظت بکنه همون کاری رو میکنه که من در حالت طبیعی داشتم. یعنی همونطور که من میترسیدم که نکنه کسی بیاد مال من رو بگیره، حالا داروغه میاد مال من رو میگیره، مأمور مالیات میاد مال من رو میگیره، حالا مأمور مالیاتی که حکومت داره ازش سوء استفاده میکنه، نه نماینده من. یعنی اگه من قرار جامعه رو به درستی هدایت بکنم، میخوام نمایندگان خودم رو بفرستم مجلس، دولت از این اعتمادی که من به او کردم سوء استفاده میکنه، نماینده های خودش رو میبره میذاره تو مجلس، حالا با واسطه از همون نمایندگان مجلس دستورات حاکم رو اجرا میکنه، یعنی جامعه به سمت دیگه ای میره. مثلا الان شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، اگه 90% مردم جامعه ما بگن آقا ما حجاب نمیخوایم، ما مخالف حجاب اجباری هستیم، میخوایم حجاب اختیاری باشه، خب این باید در درون مجلس تبدیل بشه به قانون. اما وقتی نمایندگان مجلستون نمایندگان واقعی شما نیستند، نمایندگان رهبر هستند، طبیعیه یعنی بیات اون رو اجرایی میکنن. یعنی میگن نه خیر، اگه 90% مردم هم گفتن حجاب اختیاری، من میگم حجاب اجباری، چون جامعه اینجوری اداره بشه بهتر. در واقع اینجا بحث از خیانت در امانت پیش میاد. یعنی جان لاک میگه که اصلا ما اینا رو برگزیدیم، یعنی فلسفه ایجاد دولت این بوده که بیاد مردم رو پاسداری بکنه، حفاظت بکنه، نه اینکه بر علیه اونها به کار بره. خب این چه فرقی کرده با دزد و راهزن؟ ما از دزد و راهزن فرار کردیم، آمدیم دولت تأسیس کردیم، اما همون دولت 100 برابر از دزد و راهزن بدتر داره کارش انجام میده. خب این وارد بحثش بشیم چون نکات بسیار مهم میداره، لابلای اون من سعی میکنم این مطالب رو عرض کنم. خب جان لاک ابتدا وضعیت جنگ رو برای ما تشریح میکنه. اینا فرازهایی از رساله دوم در باب حکومت، دو رساله در باب حکومت از جان لاک هست. میخوایم ببینیم چگونه نیروهای انسانی ساخته میشن برای انقلاب. وضعیت جنگ وضعیت دشمنی و تخریب است. از این رو وقتی کسی با نقشه‌ای از پیش تعیین شده
و با آرامش کامل بدون هیچ شتابی در کلام یا عمل نقشه‌ای علیه زندگی دیگری طراحی کند، او را نسبت به خود در وضعیت جنگ قرار می‌دهد. از این رو چون این شخصی زندگی خود را در معرض قدرت کسی قرار می‌دهد که علیه او اعلام جنگ کرده است، و یا کسانی که برای دفاع از آن شخص به او پیوسته و در این دعوا حامی او هستند، این امر عادلانه و عقلانی است که من هر آن چیزی را که حیات مرا تهدید می‌کند نابود سازم. در واقع جان لاک داره سخن از این میکنه که کسانی هستن که ما رو در وضعیت جنگی قرار دادن. شما در وضعیت جنگی یعنی این که هر لحظه ممکنه جان شما، مال شما در خطر قرار بگیره، کشته بشید. گاهی مناسباتی در درون جامعه ایجاد میشه که دقیقا وضعیت جنگی است. ما الان در تهران وضعیت جنگی داریم، در ایران وضعیت جنگی داریم، در کردستان وضعیت جنگی داریم، در بلوچستان وضعیت جنگی داریم. یعنی دختران ما وقتی به خیابان میرن، ما نمیدونیم بر میگردن یا بر نمیگردن. اگر یه عزیزی یه مقاله می نویسه در نقد فضای حاکم، ما نمیدونیم فردا میان تو خونه او رو میگیرن میبرن یا نه. ما نمیدونیم رژیم خانه ما رو تخریب میکنه یا نه، اموالمون رو مصادره میکنه یا نه. وضعیت جنگی یعنی همین دیگه. یعنی زمانی که شما تو خونت نشستید یه دفعه بمباران میشه، جانتون گرفته میشه، مالتون از بین میره. فضای جامعه التهابی است. آیا ما همچین وضعیت در ایران داریم یا نداریم؟ فقط مسئله اینه که صدای گلوله هاش مثل جنگ ها نیست، اما فضا همون فضاست، وضعیت همون وضعیته. دختر بیچاره میاد در تهران، مامورین نیروی انتظامی رو میگیرن به خاطر موی سر، میبرنش، میکشنش. این وضعیت جنگی هست یا نیست؟ این وضعیت رو ایجاد کرد دولت، حکومت، همون حکومتی که باید حافظ مردم باشه، حافظ جان مردم، مال مردم، روان مردم. اما شما میبینید، شما نیروهای انتظامی رو در خیابان میبینید، روانتون آرامش پیدا میکنه، یعنی احساس امنیت میکنید. کاملا فکر میکنید همون فضای نازیسم و آلمان نازی و اس اس و اینا، گشتاپو و اینا، دقیقا همون فضا هست. چون روان جامعه امروز در آرامشه، صد برابر از جنگ بدتره. جنگ ایران و عراق بیشترین خسارت ها در اون مناطق مرزی بود، سوسنگرد و آبادان و اهواز و دسفول و اون مناطق تا اون بالا دیگه، مشهد و قوم و تهران و اینا کمتر درگیر بودن، یا اصفهان و شیراز و اینجا کمتر درگیر جنگ بودن. اما امروز تو کوچه پس کوچه های هر محله جنگه. یعنی وضعیت ما صد برابر بدتر از دوران جنگ 8 ساله است. اونقدر با روان جامعه بازی میشه، شما باید نگاه بکنید. کار به جایی رسیده که از درون ایدئولوژی خانواده ها هم درگیر جنگ شدن. یعنی یه دختر وقتی با یک پوششی میره بیرون، یا با یک پسری که حالا دوستش داره میخواد ارتباط داره، میترسه که پدره نیاد گردنشو ببره. مگه نداریم تو این فضا؟ دختر 8-9 ساله رو به کودک همسری میدن. با روان کودک چه میکنن؟ با جان کودک چه میکنن؟ پدر خودش شده مأمور اس اس در درون خانواده. چرا؟ چون ایدئولوژی حاکم از اون اینو میخواد که همکار رژیم باشی. کجا ما آرامش داریم؟ دولتی که آمده یه ایدئولوژی رو غالب کرده بر جامعه،
حالا میخواد مردم رو با امر و نهی به اون سمت ببره. عوامل خودش هم داره. اون که کافی نیست، از خود ماها استفاده میکنه. این بدبختی ما ایناست. همدستان رژیم شدن خیلی از مردم ما. رژیم های استبدادی، رژیم های ایدئولوژیک، یکی از کارویژه هاشون اینه که مردم رو همدست خودشون بکنن. اونا تو کوچه پس کوچه آدم ندارن، اما ارزش گذاری میکنن که هر کسی به ما خبر بده که سلیمانی امیری داره تو کوچه چیکار میکنه، ما هواشو داریم. خب یکی میره سلیمانی امیری تو کوچه داره شعاری میده یا حرفی میزنه بر علیه رژیم، بلافاصله تلفن رو میگیره، یه شماره سه رقمی رو میگیره، دفتر نمیدونم استخبارات جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، نمیدونم اطلاعات سپاه، چی، آقا یه آقای تو خیابون داره این حرفا رو میزنه، بیاید بگیرید ببریدش. این وضعیت جنگی هست یا نیست؟ شما فکر کردی آلمانی ها چیکار میکردن؟ اینا خونه مردم رو نگاه میکردن اگه شک میکردن؟ مگر همه مردم رو که نکشتن که، هر کسی حرف میزد میکشتنش. شک میکردن که اون فلانی ممکنه بر علیهشون باشه، میرفتن خونهاشو میگشتن، انبارشو مصادره میکردن. ما هم چه وضعیتی داریم یا نداریم؟ یعنی جان لاک میخواد به کسانی که فکر میکنن جنگ فقط اینه که شما اسلحه جلوی خود دیگری بگیری و مثلا از یک ملت دیگری باشن و از آدمای دیگری باشن، اون جنگه. نه دوستان، ما 8 سال با عراق جنگیدیم، بله اونا ملت دیگری بودن، افراد دیگری بودن، زبان دیگری داشتن، اینا حاشیه هاست. ما بدترین دشمن، دشمنی که همین الان داره بر ما حکومت میکنه تو خونه خودمونه. اتفاقا جان لاک یک تعبیری داره، حالا بعدا اگر شد بهش میرسیم، ولی امروز چون ضرورت داره عرض میکنه. جان لاک میگه گناه این نوع دولت ها از اون راهزنا بدتره. چرا؟ میگه چون ما به راهزنا که اعتماد نکردیم، خونمون رو به اونا ندادیم، اونا با زور اومدن تو خونه ما، راهزنی کردن، سرقت کردن، ما مال و تجاره رو میبردیم وسط راه، جلوی ما رو گرفتن، مالمون رو گرفتن، درسته؟ میگه گناه دولت خیلی بدتر از اوناست. چرا؟ چون ما به دولت اعتماد کردیم، بهش نیروی نظامی دادیم، بهش قوه قانونگذاری دادیم، بهش احترام دادیم، اما او از احترام سوء استفاده کرد. این خیلی بدتره. گناه کسی که از درب خانه من میاد داخل، از دیوار خانه من میپره تو بدون اینکه من بدونم، خب یه گناهی است، یه خطایی است، یه جرمی است. اما وحشتناکتر اینه که من کلید خونه‌مو بدم به دست یه آقایی، بگم تو امین منی، تو نماینده منی، اما او به من خیانت بکنه، وقتی من نیستم مال منو بفروش. کدومی که بدتره؟ جان لاک میگه آقا دولت‌ها اینجوری دارن کار میکنن. شما فکر کردی جنگ فقط اینه که ما با فرانسه در حال جنگی یا با دیگران در حال جنگی؟ نه، که ما با دولت در حال جنگی. کاری که این رژیم میکنه در کدوم دفتر نوشته شده که یک دولت غاصبی، یک دولت چیزی؟ نه خیر، هم مغول ها می آمدن، حالا به هر حال با اون فرهنگ خاص خودشون، اگه مردم شهری تسلیم می شدن دیگه اونا نمی کشتن، کاری باشون نداشتن، آزادی های مذهبی هم برای مردم بود. اما اگه قلعه رو می بستن، مبارزه می کردن، خب می جنگیدن، می کشتن اونایی که از مناطق مغولستان آمده بود. ما جمهوری اسلامی اصلا این چیزا توجه نداره، به ظاهر از دل مردم آمدن، فارسی صحبت میکنن، خودشون رو ایرانی میدانن، اما کارشون غارتگری است. استبداد اساسا همینه، کارش غارتگریه، هر کجا حرف بزنی درت میبنده. چرا؟ چون مال منه، همه چیز مال منه، قانونگذاری مال منه، مجلس مال منه. شما تا زمانی آزادی که بر علیه من حرف نزنی. وضعیت جنگی یعنی همین دوستان. برادر منم باشی بر علیه من حرف بزنی میزنم. نزدیکترین دوستان استبداد رو شما برید نگاه بکنید، حذف شدن. چرا؟ چون تا زمانی که شما بر علیه رژیم نیستی حالت جنگی نداری، اون داره کار خودش رو میکنه، میزنه، میبره، میخوره. اما تا زمانی که شما جلوش بیستید، شما دشمن خواهید بود، یعنی وضعیت جنگی. جان لاک میگه نه تنها دولت، بلکه کسانی که حتی از این دولت حمایت میکنن هم همین وضعیت رو دارن، و من حق دارم اونها رو
از بین ببرم. انسان می تواند به همان دلیلی که شیر و گرگ را می کشد، کسی را که علیه او به جنگ برخواسته و یا قصد جان او را کرده است نابود سازد، زیرا شیر و گرگ وابسته به قانون عقل نیستند و تنها قانونی که بر آنها حکومت می کند قانون زور و خشونته. در واقع جان لاک داره دقیقی میگه، میگه شما مناسباتتون با افراد چگونه است؟ اگه عقل، یعنی با منطق صحبت میکنید، با منطق راضی میشی، مبتنی بر یک تفاهم و قرارداده، خب شما انسانید. یعنی مناسبات انسانی یعنی همین. و چه ممیزه انسان با حیوان در بخشش عقلانیت و استنتاج و منطق و استدلاله، بخشش هم زبانه، زبانی که فکر رو منتقل میکنه به شخص. وقتی میتونید صحبت کنید با منطق نشان بده من خطایی یا درستی غلطی. ما مناسباتی که جان لاک داره میگه مناسبات زوره، مناسبات خشونت، میگه این مناسبات مثلا حیوانات با انسان. شما با گرگ و شیر هر چی صحبت بکنی او گوش نمیده، او دنبال شکم خودش، او میخواد سیر بشه. جان لاک میخواد بگه مناسباتی که شما با یک رژیم دارید بر مبنای عقل یا بر مبنای زور و خشونت. اگه بر مبنای عقل، خب اونجا مناسبات انسانی برقرار می‌کنه. هر انسان عاقلی میدونه نباید مال دیگری رو بگیر، جان دیگری رو بگیر، به حقوق دیگری، به آزادی ها دیگری تعرض بکنه. و از قبل همون عقله که قانون ایجاد میشه، یعنی قانونی که ما افراد تنظیم میکنیم، هممون هم بهش تن میدیم که جامعه رو داره. اما وقتی مناسبات دیگه قانون عقل نیست، مناسبات زوره، میگه میپذیری یا گردن تو بزنم. زیربنای تفکر اسلامی همینه دیگه. اسلام به هر سرزمینی رفت سه راه پیشنهاد کرد: یا مسلمان میشی، یعنی مثل ما میشی، عقاید منو میپذیری، یا اگه مسلمان نمیشی اهل کتابی، جزیه میدی، یعنی به من پول زور میدی، یا گردنتو میزنیم زن و بچه تو میبریم. این ستا بود. آیا این قانون زوره یا نه؟ این مناسبتی که مناسبت مدنی سیاسی اجتماعی نیست، مناسبت حیوانی است. وضعیت جنگل حاکم، وقتی اون دولت مرد داره میاد، اون نیروی انتظامی داره میاد، شما نفکر نکن آدم داره میاد، نه، اون لیر ازمون که اصلا رو بگیره بزنه بکشه، زن و بچه تو بگیره ببنه. دیدید دیگه تو خیابونا چه میکنن با من؟ شما میری در اون محکمه قاضی که نشسته، شما فکر نه اون آدم نشسته، نه، یه گرگی اون بالا نشسته، حالا اسمشو گذاشتن صلواتی، اسمشو گذاشتن نمیدونم قاضی، نمیدونم معتزوی، اون گرگ. خب مناسباتش با شما چیه؟ اون میخواد شما رو پاره کنه، بدره، نابودتون بکنه. تا در قالب انسانی با شما صحبت میکنه، اما خویش همون خوه. اون کسی که در مجلس نشسته، شما فکر کنید مناسبت شما با او چیه؟ هر چی میگه اون نمیفهمه، یعنی کنه او الاغ. یه خری اونجا نشسته، شما هر چی بگی من میفهمه، نه، چون گوشش جای دیگه ای بده کاره. برای همینه که بانوان ما تعجب میکنن، یا بعضی از عزیزان، که مجلس مثلا چرا به مردم توجه نمیکنه. چون اصلا این مجلس مال مردم نیست که بخواد اون رو توجه کنه. این مجلس حقوق بگیر یک شخص دیگری است، باید به او توجه بکنه، وگرنه 4 سال دیگه نمیتونه انتخاب بشه. این شعبده بازی های خیابانی که را میندازن به ما رأی بدید ما میریم اونجا، نه. بنابراین باید اول یاد بگیریم مناسبات ما با دولت مردانمون چگونه است. آیا بر اساس خرد و عقلانیت انسانی و مدنی و سیاسی است، یا نه، مناسبات جنگل. بنابراین با چنین انسان‌هایی میتوان به صورت جانورانی رفتار کرد که شکار میشوند، جانوران خطرناک و مهلکی که یقیناً وقتی در حیطه قدرت آنها قرار بگیریم ما را از بین خواهند برد. همون نکته که عرض کردم، یعنی اینا تا زمانی شما را آزاد میذارن که وارد حیطه اقتدارش نشی. اگر شدی تمامه. مثل گرگ و این حیوانات درنده، دیدی قلمرو دارن، وارد قلم روشون بشه، اونا بلا فاصله شروع میکنن به حمله بشون.
مشکل در اینه که رژیم های استبدادی کل کشور رو مال خودشون میتونن، مناسبات اجتماعی رو مال خودشون میدونن. ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی اندیشه توتالیتر داره، یعنی تمامیت خواه، اندیشه فراگیر داره، یعنی در همه حوزه ها نظر میده. توتالیتاریسم رژیم هایی هستن که بر مبنای یک ایدئولوژی یا یک تفکری همه ابعاد زندگی خصوصی، مدنی و سیاسی جامعه رو مال خودشون میدونن، حتی حوزه های علمی، فکری. یعنی تمامیت خواهن، فراگیرن. اسلام چون این ایدئولوژیست، رژیمی هم که با چنین مبانی به قدرت برسه همون وضعیت و همون مناسبات رو داره. و همین دلیله که ما هر کجا پا میذاریم در حوزه اقتدار رژیم قرار گرفتیم، تا موی سر زن گرفته، تا یک نوشیدن یک جام شرابی گرفته، تا نوشتن یه مطلبی گرفته، تا عروسی های شخصی و این چیزا. چون رژیم توتالیتر، رژیم فقط نمیگه امر سیاسی متعلق به منه، چون ما داریم رژیم های استبدادی که توتالیتر نیستن. من قبلا عرض کردم رژیم پهلوی یک رژیم استبدادی بود اما توتالیتر نبود. شما آزاد بودی، لباس خودتو بپوشی، هر شغلی داری انتخاب کنی، با دختر و پسر و هر کسی هر کجا بری، آزادی مذهبی داشته باشی، کسی با تو کاری نداشت. تو توتالیتر نبود، در حوزه سیاسی استبدادی بود. اما رژیم فریج توتالیتره، یعنی در درون خانه هات هم کار داره که تو جلو شوهر چه لباسی پوشیدی، تو در درون خونه چه غذایی میخوری، چه برنامه تلویزیونی نگاه میکنی، در مدارس چی میخونی، اسم بچه ها چی باشه. شما دیدید دیگه، شما الان میخوای ثبت احوال برای بچه شناسنامه بگیری، مثلا بگی اسم بچه ها میخوام بذارم یزید، میگه نه خیلی نمیشه، این نام ممنوع است. بگید مثلا میخوام بذارم فلان، میگه نه ممنوع است. اما بگو میخوام بذارم علی، محمد رضا، علی رضا، میگه بله بفهم، چون اینا نام های خوبه، ما اینا رو قبول داریم. تا انتخاب نام بچه، خب این همون تفکر دینی است دیگه، که بچه از کودکی که به دنیا میاد در گوشش اذان بگو، همینطور تا میاد بالا. خب این نقشی است که حاکمان یا خدمتگزاران یک ایدئولوژی به درون جامعه تزریق میکنن. بنابراین جان لاک داره میگه ما فقط شانس باید بیاریم که به حیطه اقتدار اینا قرار نگیریم، وگرنه هر لحظه جانمون ممکن از بین بره. بنابراین کسی که تلاش میکند تا انسان دیگری را در حیطه قدرت مطلق خود قرار دهد، خود را در وضعیت جنگ با او قرار داده است. چون این عملی نشان دهنده آن است که قصد جان او را کرده باشد. از این امر نتیجه میگیرم که کسی که بدون توافق من مرا در حیطه قدرت خود درآورده، هر گونه که بخواهد از من بهره کشی میکند و هر زمان که هوس کند مرا تباه خواهد کرد. زیرا کسی خواهان آن نیست که مرا در حیطه قدرت مطلق خود درآورد، مگر اینکه بخواهد آزادی مرا بدون رضایت من از من بگیرد و مرا برده خود گرداند. تنها ضامن بقای من این است که خود را از چنین زورگویی رها سازم. یعنی در واقع جان لاک داره میگه که شما فقط نمیتونید بشینید امید به آینده داشته باشید، دل خوش باشید به اینکه حالا که فعلا با ما کاری نداشتن. دیدید دیگه، که از ویژگی های رژیم های ترور، در واقع منظور رژیم های وحشت هستن، تعبیر اسکاتیس مانن رو به کار میبرن. اونا هیچ وقت نمیان دوستان روز اول با همه گروه های جامعه بجنگن، چون میدونن زورشون نمیرسه. برای این کار سعی میکنن گروه های مختلف جامعه رو اولویت بندی کنن و ببینن کدوم بخش ها براشون خطرناکه، به مرور یک یک اونها رو حذف کنن. شما به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، وقتی قدرت گرفتن این روحانیون، ابتدا شروع کردن احزابی که از نظر اونها خطرناک بودن حذف کردن، گروه های مختلف رو حذف کردن، و بدتر از همه این که برخی از این گروه ها خوشحال هم بودن که مثلا خمینی آمده فتوا داده که آقا این گروه باید حذف شه. تازه بعضی هاشون که
مشارکت هم میکردن در این جنایتکار، که نشان بدن چقدر مخلصیم برای اون امام. اما فراموش کرده بودن داستان چیست. گروه های سیاسی به مرور زمان حذف شد، بعد رسیدن به روشنفکران، به نخبگان، به افراد اجتماعی، به زنان، به گروه های مذهبی، حالا اهل سنت گرفته، بهاییان گرفته، یهودیان گرفته. دیدید دیگه، دست دسته این گروه ها رو با عناوین مختلف برچسب زنی کردن. این کار ویژه رژیم های تروره. گروه هایی که مثلا حزب بودن نمیتونستن با اونو فعالیت کنن، نمیگفتن اینا صهیونیستن، میگفتن اینا منافقن، چون روزی با ما بودن ما میگفتیم مجاهد، امروز که با ما نیستن میشن منافق، باید حذف شن. یهودی ها رو اینا صهیونیستن، با اسرائیل رابطه دارن. بهاییان جاسوسن، باید حذف شن. نخبگان و روشنفکران خودفروختن، اینا رو هم باید بحث دهانشون رو. و بعد کار به جایی میرسه که نوبت خود ما مردم عادی تو خیابون میشه. دیگه هیچ کسی هم کنار ما نیست، کسی هم نداریم از ما دفاع بکنه. دلیلش سکوتیه که ما دیروز کردیم. امروز هم در کردستان میکشن، میگیم خب بلش کن کرده، به ما اشکال نداره، ما که مازندرانی هستیم، کنار لب دریا هستیم و این طرف زندگیمونو میکنیم، چیکار داریم به اونها؟ این که تو پایتخت نشستیم، به ما چه بلوچستان آب ندارن، ما راضییم آقا. اما به موقعش به نوبت شما هم خواهند رسید. جان لاک داره این مسئله رو میگه، یه تنها راه حل اینه که اینو برداریم، چون ما همیشه در یک ترس داریم به سر میبریم، فقط هنوز درب خانه ما رو نزدن، هنوز اسلحهشون رو شقیقه ما نگرفتن، هنوز به دختر ما تجاوز نشده. مردمی که سکوت میکنن، درب خونه اونها هم زده خواهد شد، مال اونها رو هم خواهند. اون عزیزانی که هواپیماشون با اون وضعیت توسط رژیم سقوط کرد، که بسیاری از اون عزیزان امروز آمدن به صف انقلاب، شاید روزگاری همین فکر رو میکرد. نباید همه ما چیزهایی رو از دست بدیم تا دادخواه بشیم. وقتی دیدیم برادرمون در کردستان یا بلوچستان یا خراسان و تبریز چیزی ازش میگیرن، باید حساب کنیم فردا مال ما رو هم خواهند گرفت. دفاع از مال اون، دفاع از مال خودمون خواهد بود. چرا؟ چون مناسباتی که این رژیم با مردم دیگر داره به ما هم خواهد رسید. او نیامده به ما لطف کنه، به مردم بلوچستان ظلم، نه. او نیامده نسبت به ما عدل روا بداره، برای کردستان ظلم، نه. به سراغ ما هم خواهد آمد. خب این بحث ادامه خواهیم داد. در آینده ببینیم جان لاک چگونه سعی میکنه نیروی انقلابی تولید بکنه، درست بکنه، و بعدها در امریکا و در جاهای دیگه از اندیشه های او استفاده کردن. ممنونم از تلویزیون فارس جام شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که پیرامون انقلاب ها برنامه دیگری داشته باشیم، موفق و پیروز باشید. اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.